سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونم که کانال ما رو دنبال میکنین مرسی که سابسکرایب میکنید و ممنون که برای گرفتن نوتیفیکیشن زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم میزنید یه دونه دیگه مرسی داریم و اونم برای اینکه مرسی که ویدیوها رو با دوستاتون شیر میکنین خب بگیم ببینم قهوه دوست دارید یا نه قهوه با شکر قهوه بی شکر قهوه با شیر قهوه بی شیر قهوه یه فنجان قهوه صد فنجان خب بحث داغ امروز قهوه بالاخره این قهوه بر سلامتی ما خوبه یا بده؟ قهوه بنوشیم یا ننوشیم؟ قهوه با شکر یا بی شکر؟ که قطعا بی شکر قهوه با شیر یا بی شیر؟ با شیر ولی شیر کمچر خب، ام... میدونین که قهوه یکی از نوشیدنی های تو دنیا یعنی نمیدونم میشه گفت چایی یا قهوه ولی خب همه کشورها روز به روزم بیشتر میشه میل در همه کشورها میل مردم به قهوه روز به روز بیشتر میشه و روز به روز کافی شاپ های مختلف و قهوه های رنگ و رنگ و با تمای جدید و خلاصه اینکه طرفدار قهوه روز به روز دارم بیشتر میشه اما اینکه قهوه حالا جدا برای سلامتی خوبه یا نه همیشه بحث درش هست قطعا یه حسنایی برای سلامتی داره و قطعا یه مذراتی هم داره امروز یه مقداری میخوایم صحبت کنیم در مورد در واقع پرو اند کانز در واقع خوبی ها و بدی های قهوه حسنایی که میتونه داشته باشه و در واقع اگر ضررهایی که میتونه داشته باشه اما یادتون باشه که همه اون چیزایی که میگیم بر اساس تحقیقات و چیزایی که تا به حال بهش رسیدن نمیشه گفت 100 درصد 100 درصد ولی خب در واقع نتیجه تحقیقات هست و در واقع آزمایش هایی که روی مردم انجام شده اما حالا از این بحث که وارد این بحث قبل از که وارد این بحث بشیم در مورد قهوه نوشیدن و این در واقع تمام نکاتی که من میخوام بگم این که همه اینا مخصوص قهوه بدون شکره یعنی زمانی که شما قهوه رو در واقع به شکر میزنید تمام اون تاثیرات خوبی که میخوایم بگیم در موردش تقریبا میره و خیلی از در واقع اون حسنایی که داره برای سلامتی با شکر تقریبا خرابش میکنیم. میگه اگر طرفدار قهوه با شکر زیاد هستین یا با شکر هستین کم 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 اون شکره رو کم کنین و یه روزی میرسه به صفر از همون در واقع تلخی قهوه است که لذت میگیرید اگه دوست به شیر اضافه کنین شیر اضافه کنین ولی سعی کنید که شیرتون کم چرب باشه خب قهوه قهوه Yes or no بالاخره آره یا نه میدونی که سالهای سال در واقع بحث بر این سریم این بود که قهوه اصلا به شدت رد شده بود و فقط فکر میکنن که قهوه در واقع یه حالت اعتیاد آمیز داره و به حالت اون سرخوشی که میده در واقع انرژی که میده کاملا رد شده بود زمانهای سالهای قبل اما الان در واقع بهش میگن هدیه ای از طرف خدا هدیه ای از بهش چون صبح از خواب که پا میشین داغون له یه جرعه قهوه و انگار که ردبول بهتون بال میده بنابراین میگم سالهای سال سالهای سال قبل زمانهای قبل قهوه زیاد پذیرفته شده نبود اما به مرور که گذشت کم کم مردم بهش عادت کردن اما چه قهوه چه آب چه هر چیز دیگه ای تعادل که اگر اون تعادل نباشه کلا دیگه همه چی به هم میریزه خب میریم قهوه رو شروع میکنیم از فوایدش فایده یک قهوه برای ما ورزشکارا افزایش عمل کرده بدنی یعنی اگر شما حدود نیم یک ساعت قبل ورزش یه فنجونی در واقع قهوه بخورین اون راندمان ورزشتون 11 تا 12 درصد بالا میره بر اساس تحقیقات خب مطمئن باشین اول از همه قهوه شما بهش حساسیت ندارین یعنی به کافئین حساسیت نداره اون وقت میتونه براتون مضر باشه البته تو طول بحث گفته میشه همه اینا خب پس بنابراین قهوه یک افزایش عمل کرده بدنی یعنی در واقع اگر قبل از فعالیت ورزشی یا هر فعالیت بدنی که میخواین انجام بدین یک صد یا نیم صد قبلش یه فنجون قهوه بخوری خودتون احساس خواهید کرد که راندمانتون بسیار بالا میره و با انرژی انج... بیشتری اون کار رو انجام میدین کمک به کاهش وزن اما در واقع قهوه چطور به کاهش وزن کمک میکنه قهوه دارای منیزیم و پوتاسیوم هستش منیزیم و پوتاسیوم در واقع میان کمک میکنن به شما که بدن در واقع مصرف انز... به بدن کمک میکنن برای مصرف انسولین و وقتی که در واقع انسولین مصرف میشه میزان قند خون پایین میره و قند خون که پایین میره میل شما در واقع به حتی خوردن شیرینیجات هم کم میشه بنابراین وقتی که میل شما به در واقع مصرف و خوردن شیرینیجات کم میشه بنابراین شما وزنتون پایین میره و لاغر میشید. سومی افزایش چربی سوزی رمز و رازش کافئین کافئین چطور این کار رو انجام میده در واقع کافئین میاد سلول های چربی رو میشکونه و تبدیل به انرژی میکنه بنابراین اگر دارین فعالیت ورزشی انجام میدین هم که برمیگرده به نکته اول انرژی آزاد شده به شما کمک میکنه و در نتیجه باعث چربی سوزیتون هم میشه افزایش تمرکز و هوشیاری تحقیقات نشون داده که یک تا در واقع اون مصرف متعادل قهوه که بین یک تا شش فنجون نه بیشتر باعث میشه که در واقع تمرکز بیشتری رو در واقع توی کارها داشته باشین و در واقع بیشتر فوکس بشین روی کارهاتون و هوشیاری بیشتری بهتون میده به خصوص صبح ها وقتی آدم از خواب پا میشه اما خب میگم همه اینا که گفته میشه باید خیلی مراقب بود که یه چیزی تبدیل به نشه خیلی خیلی سری آدم میتونه به هر چیزی احتیاط پیدا کنه کافئین هم یکی از اونهاست بنابراین من, من خود من یه روزای قهوه نمی نوشم معمولا مصرف قهوه من روزانه دو فنجونه بیشتر نیست ولی یه روزایی هم مثلا سعی میکنم که در واقع بدون وابسته به اون کافئین و قهوه در واقع روزم سپر میشه یهو میبینی شب شده و من به خودم میام اه من امروز قهوه نخوردم ولی خب نوشیدنی های دیگه چای دم های دیگه اینا میتونه جایگزین باشه به حال اون نوشیدن به آدم من احساس میکنم که در واقع بسیار به آدم کمک میکنه برای متمرکز شدن چون آب کافی به بدن میرسه و میدونین که آب درمان همه دردها که چه کنم درمان همه چیه درد و بدون درد خب خ... کاهش خطر مرگ در واقع باز هم بر اساس تحقیقات روی یه سری آدمایی که قهوه می نوشن و قهوه نمی نوشن تحقیقات در واقع انجام شده به این نتیجه رسیدن که 25 درصد خطر مرگ زودرس رو کاهش میده خطر کاهش خطر ابتلا به سرطان در واقع باز تحقیقات نشون میده که نوشیدن کسایی کسایی که قهوه می نوشن نوشیدن قهوه باعث کاهش سرطان, پرو سرطان پروستات در آقایون 20 درصد سرطان اندومتر در خانوما 25 درصد و جلوگیری از سرطان سلول بازال که یه نوع مشهور سل در واقع سرطان پوستی هست در واقع این تحقیقات, تحقیقات انجام شده این نتایج رو به ما دادن که باعث کاهش سرطان میشه کاهش خطر سکته مغزی که باز هم گفته شده که نوشیدن دو تا چهار فنجان در روز خطر کاهش در واقع کاهش خطر سکته مغزی رو بره. دنبال داره کاهش خطر ابتلا به پارکینسون در واقع میگن اون کافئین و در واقع اون قهوه باعث فعال کردن قسمتی از مغز میشه که تحت تاثیر در واقع پارکینسون یعنی در واقع اون قسمتی از مغز که اگه مختل بشه باعث ایجاد پارکینسون در ما میشه رو فعال میکنه بنابراین جلوگیری میکنه ازش 25 درصد یعنی خطرش رو کاهش میده محافظت در برابر انواع رادیکال های آزاد که این به دلیل آنتی که توی قهوه هست همین کارو چای سبز هم در واقع با ما میکنه چون چای ها هم بالاخره به هر حال کافئین دارن و آنتی اکسیدان بالایی دارن قهوه هم به همین صورت به همین دلیل به خاطر آنتی اکسیدان ها محافظت میکنه از بدن ما در برابر رادیکال های آزاد و بعدی خطر ابتلا به دیابت نوع دوم در واقع کافئین و قهوه باعث میشه باعث کاهش حساسیت به انسولین, انسولین میشه و اختلال در تحمل در واقع گلوکوز که وقتی در واقع اختلال در تحمل گلوکوز باعث میشه که قند خون پایین میره و وقتی که قند خون پایین میره در واقع این ریسک ابتلا به در دیابت نوع دوم رو هم کاهش میده حفاظت از مغز میگن که کافئین در واقع کاهش خطر آلزایمر و زوال مغز رو داره کافئین خواصش کم نیست واقعا اما میگم همیشه با مصرف متعادل چون این ور وقت میایم میرسیم که اگر کافئین با تعادل مصرف نشه چه مزراتی داره جلوگیری از افسردگی و پیشگیری از خودکشی باز هم نتایج به دست اومده نشون میده که اون کافئین موجود در واقع باعث تحریک سیستم عصبی ما میشه تحریک سیستم عصبی میشه و در واقع سروتونین، دوپامین و نورادرنالین رو که در واقع اینا رو بهش میگن های شادی رو ترشح میکنه و باعث میشه که دچار افسردگی نشن انسان خیلی کمتر در واقع دچار افسردگی بشن چون و در نتیجه کاهش افسردگی خب خدای نکرده ممکن خ... یعنی خ... خدا نکرده برای خودکشی میگم وقتی افسردگی کاهش پیدا کنه اون در واقع پیشگیری از خودکشی هم به وجود میاد چون میدونیم که بیشتر خودکشی ها در اثر افسردگی های شدیده خب هر چقدر افسردگی کمتر باشه این خطر کاهش میره کاهش داده میشه خب اینا در واقع یه سری از فواید قهوه است مطمئنا فواید خیلی بیشتری هم میتونه داشته باشه ولی میگم این تحقیقات هی سالانه انجام میشه هی موارد, موارد و مطالب بیشتری بهش افزوده میشه این یه در واقع جنبندی کلی بود حالا در بر اساس تحقیقاتی که خود من انجام دادم و حالا با توجه به این که کار ورزش و بدنسازی و رقص و اینا هم هست در واقع اون حسنایی که قهوه و کافئین میتونه داشته باشه با مصرف متعادل من مجبورم این مصرف متعادل رو هی تکرار کنم و اما بریم سر مزرات قهوه که در واقع این هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم شش مورده اه از مزرات قهوه قطعا ممکنه باز مزرات دیگه هم باشه حالا ما در واقع به یه تعدادش اشاره میکنیم بعض اون تقاطی که میگم باز من انجام دادم مطالعاتی که کردم اولیش قهوه میتونه سمی باشه خب این در واقع کاملا بستگی داره به اون جنس قهوه و در واقع اون پروسه ای که قهوه به عمل اومده خیلی مهمه یعنی اگر معمولا میگن پختن قهوه و یا در واقع اون نحوه به عمل آوردن قهوه میتونه که قهوه رو تا بچینن و بیان آماده نوشیدن بشه برای ما یه مرحله خیلی طولانی،, طولانی داره که اگر این مراحل طولانی باعث صدم زدن به, به اون دونه قهوه بشه و بیش از اندازه کار روش انجام بشه ممکنه که سمی باشه و قهوه سمی در واقع 100 درصد برای بدن مضر و در واقع تاکسیک هستش خب خطر مرگ میتونه داشته باشه البته این خطر مرگش در میگه که اگر 80 تا 100 فنجان قهوه که معادل 23 لیتره 23 لیتر آب هم بخوریم قطعا میمیریم <تص> و همین ساده که خب خطر مرگ داره بله اون میزان کافئین نه تنها کافئین که میزان حجم انبوه مایعات اما قبل از اینکه در واقع باعث مرگ بشه میزان زیادی از اون ممکنه که م... دفع بشه با از طریق بالا آوردن ولی در هر صورت اون کافئین ممکن ممکنه که نه حتما باعث مرگ میشه بیخوابی و بیقراری ایجاد میکنه بله اگر مصرف بیش از اندازه قهوه در روز داشته باشیم شب بیخواب میشیم بعد خواب میشیم چون اون کافئین همونطور که گفتیم که باعث ضد افسردگی انرژی میده شادابی میده بره به همون میزان اگه زیادم هم بخورین انقدر انرژی دارین و در واقع اکتیو میشین که اجازه نمیده بخوابه یا اینکه خواب پریشونی خواهید داشت همش میخوابین بیدار میشین و خواب آروم و عمیقی نخواهین داشت که در واقع میگه ماکسیموم مصرفش باید 400 میلی لیتر باشه اون کافئین در بدن موزر برای رشد جنینه که در واقع زنان خانم های باردار بحث برانگیز هنوز سرش دارن یعنی در روش مطالعات انجام میدن که ببینن که آیا واقعا بده یا نه و به چه صورته گفته شده که موقع بارداری نباید قهوه بخورین به خاطر اینکه این کافئین این به صورت مستقیم به طور مستقیم روی جنین در واقع اثر میذاره و جنین بسیار حساسه به کافئین اما خب کسایی هستن که میزان مصرف کافئینشون بالاست و اگر در دوران بارداری یهو قطعش کنن خیلی اذیت میشن گفته شده نهایتا یک فنجان کوچیک در روز بر اساس تحقیقات کلسترول بالا یکی از در واقع مذرات جدی کاف قهوه کلستروله که در واقع کلسترول بد خون که همون LDL هست رو بالا میبره میدونید که دو نوع کلسترول در خون هستش یکی HDL یکی LDL که در واقع LDL رو بهش کلسترول بد میگن دو دسته از افراد کسایی که کلسترول بالا دارن و کسایی که در واقع حساس به کافئین هستن باید از نوشیدن قهوه خودداری کنن این اون قطعیشه در واقع حالا باز هر کسی افراد شرایط متفاوتی دارن هر کس بر اساس در واقع شرایط بدنی و سلامتی که داره و طبق تجویز دکتر پزشک فقط و فقط پزشک در واقع مجاز به نوشیدن قهوه هستند یا مجاز به نوشیدن قهوه نیستن و از مریضی های قلبی و روغی فشار خونی اینا در واقع قهوه نباید بخورن و اگر مصرف کم هم باشه فقط و فقط با تجویز پزشک هستش خب داشتیم میگویدیم کلسترول بالا که در واقع حالا قهوه که میان در واقع اون مراحل درست شدن قهوه به عمل آوردن قهوه تا برسه دست ما بخوایم مصرفش کنیم قهوه درست کنیم میان میزان خیلی زیادی از کلسترولش رو در واقع میگیرن اون پختن قهوه باعث میشه که کلسترولش بیاد بالا اما هنوز توی قهوه در واقع کافستول یا کاهول که باعث میشن LDL خون بالا وجود داره مثلا توی قهوه ترک توی قهوه اسپرسو توی یک نوع قهوه اسکاندیناوی فرنج پرس اینا همشون در واقع کافستول و کاهول رو دارن و دوباره یکی دیگه از مزرات که گفته شده شب ادراری در کودکانه که باز تحقیقات گفته که کودکانی که بین در واقع پنج تا هفت سال هستن که قهوه مصرف کنن و موقع خواب ممکنه که دچار شب ادراری بشن خب یک در واقع یه مجموعه اطلاعات کلی در مورد قهوه اینکه قهوه بنوشیم یا ننوشیم کاملا به ذائقه خودمون بستگی داره قهوه خیلی در واقع فواید داره واسمون اما در واقع با توجه و با دقت و با حفظ, حفظ و کنترل میزانی که در واقع می نوشیم می از مذراتش جلوگیری کنیم در در واقع فقط یه شرایط خاصی مثل مثلا بیماری های قلبی و روغی فشار خون مثل کسایی که در واقع حساسیت به کافئین دارن کسایی که کلسترول بالا دارن اینا فقط و فقط باید با تجویز دکتر باشه سعی کنین که از اعتیاد بهش جلوگیری کنین این در واقع تجربه شخصی منه نظر شخصی منه یه دوره هایی در واقع یه پازی بدین که بدن معتاد به مصرف کافئین نشه و در واقع اون انرژی و اون شادی و اون بشاش بودنتون به چیزی وابسته نباشه بله البته صد البته میتونه کمکتون کنه اما در واقع اون انرژی اون بشاشی اون شادی باید خود جوش باشه در واقع با ورزش کردن اونو خیلی بیشتر به دست میاریم با حرکت کردن با تغذیه سالم با زندگی و لایف استایل خیلی سالم و در واقع تمیز میتونین اون انرژی و اون سلامت رو داشته باشین و البته یه نوشیدنی های مثل قهوه مثل چای میتونه بهتون کمک هم بکنه امیدوارم که دوست داشتین مطلب امیدوارم که از مطلب لذت بردین و اگه نظری پیشنهادی انتقادی دارین حتما بگید ما گوش میدیم به نظرات شما به انتقادات شما ممنونم که کانال رو دنبال میکنین ممنونم که دوباره ممنون ها شروع شد ممنونم که سابسکرایب میکنین یادتون باشه که زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنین با دوستاتون شیر کنین دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی مم.